فنلاند و چند کشور دیگر از تحویل دادن عاملان جنایت اسپایکر به عراق خودداری می کنند. صادق فرج رئیس اینترپل عراق از خودداری کشورهایی که مزنونان جنایت اسپایکر در آن هستند برای تحویل آنها به بغداد پرده برداشت به افزود فنلاند از تحویل دادن دو تن از عاملان جنایت و کشتار اسپایکر خودداری می کند. فرش تاکید کرد یکی از متهمان جنایت اسپایکر از فرانسه به آلمان گریخته و در آنجا بازداشت شده است. ترکیه نیز یکی از متهمان جنایت اسپایکر را بازداشت کرده است. رئیس اینترپل عراق در ادامه گفت: بسیاری از مظنونان تحت تعقیب دستگاه قضایی عراق در اردن، امارات و ترکیه هستند. یادآور می شود فاجعه اسپایکر یکی از وحشکناکترین جنایت های سنی های تون روی داعش در موسل محسوب می شود. در جنایت اسپایکر که از تاریخ دوازدهم تا 15 هم جوان 2014 توسط سنی های تون رو ادعاش انجام شد بیش از هزار دانشجوی دانشکده نظامی اسپایکر در تکریت عراق رو بوده شده و دانشجویان سنی از شیعه جدا سازی شدند سپس بیش از 1700 نفر از دانشجویان نظامی شیعه که غیر مسلح نیز بودند به دست عناصر داعش با شلیک گلوله به شهادت رسیدند چند ماه بعد از آزادسازی تکریت در ماه مارس 2015 اجساد بسیاری از آنان در گورهای دست جمعی در اطراف این شهر کشف شد در این حال هنوز از سرنوشت تعداد بیشماری از این دانشجویان جوان شیعه خبری نیست